حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. راتون از کدوم طرف شما؟ خدا دیوونه تو بکنه. دیدین چه بلایی به روزم اومد. بچه‌م مریضه، داره میمیره. 100 تومن براش قرض کرده بودم که نسخه‌شو بپیچم، اینم اون خدا نشناس دزدید و رفت. عجب آدمای بی‌رحمی پیدا میشه. خدا به زمین گرمش کنه. این حرفا که واسش پول نمیشه، یه چیزی براش جمع کنی که بتونه نسخه‌شو بپیچه. نه احتیاجی نیست، بیا بگیر مادر، من کیفو ازش گرفتم. قربون اون دست داد برم جوون. الهی که خدا بهت عوضی که جوون پیر شی. خب محکم نگرش دار، ممکنه کسی دیگه ای ازت بزنه مادر. خدا خیرت بده. خدا حفظت کنه. به سلامت جوون. الهی که خیر ببینی. منو با مایو ببینی و قد و بالای تو رنا رو بگردم. چه ساقی چه پاش. برو کنار، اینقدر منو دستمالی نکن. نفهمیدم منو هول میدی؟ الان زیر مات سیاه و چبوده کنم. بی جلو ببینم. یه لب و رحمت کن. بلم کن رئیس اون. تا من هستم رئیس چیکار از چشم تو ببن لب تو رب کن. حالتون خوبه بچه ها؟ ببینم شیری یا روبا؟ هممون شیری، اونم چه شیری، این شیر آبنبار. خب آقای شیر آبنبار رد کن ببینم. یه لبو بگیر. مسخره بازی رو بذار کنار، بده ببینم چی زدی. رد کردم به جواد، الان پیداش میشه. فکر میکنم 5-6 هزار تومان باشه. آفرین آفرین، زنده باشی. بقیه کار کرده امروزشونو بیارن تحویل بدن. بفرما رئیس، این کار کرده ما. باریکلا. اینا مال ما، بفرما رئیس. آفرین. بفرما رئیس. زیاد تعریفی نداره؟ به نظرم یاره کارمنده چوزه بود. آخر بار جره. اینم کار کرده ما. باریکلا. خب خوشگلم. تو چی بلند کردی؟ ها؟ رئیس، اینم منو بلند کردی. خفه. چش. منم یک گردن بند کار گرفتم. راست میگی؟ بدش ببینم. نکنه مصنوعی باشه. نه، رئیس. اصله. به به. خیلی خوبه. کم کم داری کار کشته میشی. چی میگی بابا؟ این خیلی وقته که منو با عشوه و ناز و عداش کشته. آخ میمیرم و مردم. برش کن پسر. تو به این کارا دخالت نکنه. این موضوع خارج از کاره. بیا تو تا. اینم جواد. سلامت یا. سلام رئیس. سلام جواد خان. شنیدم امروز شیرین کاشتی. اتفاقا زیاد تعریفی نداشت. پس دادم حسابش. چی؟ پس دادیم حسابش؟ شوخی میکنه. نه خیلی هم جدیه. کیف مال یه پیرزن بدبخت بود.
میخواست نسخه بچهشو بپیچه، منم پس دادم بهش. خودمونیم، این رفیقت خیلی حقه است، داره سر به سرمون میذاره. شوخی نکن پسر، بله ببینم کیفو. یه دفعه گفتم دادم به صاحبش، قدر کردی. اگه یه مرتبه دیگه دست رو من بلند کنی حسابتو میرسم. خواست شوخ زود باش کیفو، رد کن بیاد تا نکاشتمت. رئیس اون دروغ نمیگه، حتما کیفو پس داده. تا خفش شو، همچه میزنم تو چونت که نفس بار بشه. اینجور بر آقایم هم کن. الان حسابتو میرسم. کیفو میگی یا نه؟ یا لکیفو بده. نفر میدم چند نفر به یه نفر؟ نگاه کنو جاردم کنو به من اون کلو گیزه میبینم مورد شروع سیگیده چخ کسی شیشه دید میکنم خیال میکنم ناره کس بایزه میبینم بکش همه خدا منه میذاری؟ الان حساب همه تو رو میرسم بی جلو بیرم چی کار میکنی؟ میخوام انرژی بگیرم تا پدری یکی یکی شروع در بیارم یه جلو بری تو بگرد تا بگردی یکی بی بوتا برو تو پارکی این هم سرویسه الان راحتت میکنم فیراس میگه بیا شلو جواب به پا صورتتو تیکه پاره نکنم راحتم خیلی خطرم شد یه گوه اگرد رو خارج بیبری تو برو معنی میا کچا وایسا بی با هم بری بی تو هم بری من نمیام آخه به من بده کاره یه ما شد من یکی دیگه طلب من تو گورت کنم خوناق بگیری بیبری بابا کجا رفته؟ فرار کرد. حسابشونو میرسن. اما خودمونیم حسابشونو خوب رسیدن. از بزن بزنت خیلی خوشم. قربونت برم. خیلی ممنون. خوب شد کیفو بهش ندادی. رسیدنش بیار ببینم چقدرش پوله. 100 تومن بودونم دادم به صاحبش. دادی به صاحبش؟ آره. حالا دیگه با مامان شوخی میکنی. رد تو بیا. میگم دادم به صاحبش. تو قدم حالو نیستی که خودت خیلی میکردی. ببین تغییر حساب کنم الان برمیگردم. کجا میری؟ الان میام. عجب حقیه ببین کجا قایمش کردم خانوم سلام عرض کردم خانوم جیم عرض کردم سلام خجالت بکش آقا من جای نوی تو هستم باشه چه ایبی داری دود از کنده بلند میشه باش برم سرت جیانم سب کن اومدم بیا اینجا اومدم جی با آوردی؟ یه دفعه گفتم دادم به صاحبش پس رفتی اونجا چیکار کنی؟ به پلیس اطلاع دادم به پلیس؟ بله نیم ساعت دیگه همشون تو خلافتونی آب خونه من ببینم خب چرا این کاری کردی؟ برای خودمونم که بچه من دیگه نمیخوام به این کار ادامه بدم ده؟ دیگه نمیخوای به این کار ادامه بدی؟ نه میخوام یه کار شرافتمندانه پیدا کنم من برای این کار ساخته نشدم پسر برای بچه شدی چه کاری از این کار بهتر؟ که در سال 10 ماهشو تو زندون باشیم آره؟ نتقی با خدای خودت عهد کن که دیگه از این کارا نکنی برو یه کار شرافتمندانه برای خودت پیدا کن من که فعلا رفتم قربونت حالا کجا داری میری؟ میرم پیش عموم اون سوزنبان قطاره شاید بتونی یه کاری برام پیدا کنی خدافظ به سلامت رفیق حالا کار شرافت مندانه کجا گیر میره به سر رفت ما رو تنها گذاشتم ببینم خانم جون یه عرض مختصری داشتم بله آقا فرمایشی بود خیلی ببخشید اگه جسارت نباشه میخواستم ببینم یه کار خوب شرافت مندانه با حقوق مکفی سراغ نداره نه آقا چرا نداری قربون اون قد و بالات برم خیلی جالب کار کردن که خجالت کشتن نداره من میخوام نوکری شما رو قبول کنم ما چند بمیدیم این چه حقوق اضافه حقوق چی بهم میدی اینم اضافش عیاب و ذهاب و اضافه کار چی اون با متشکرم چی
سرکار جون من که کاری نکردم. میدونم مزاحم خانم ما میشم. نه سرکار من میخوام نوکرش بشم. سرکار پس اجازه بده یه باچه سرکار. شاد برات پیدا کردم. خیلی ممنونم عمو جون. خدا سایت از سر من کم بده. قربونت. اون خانم کیه؟ آهای! الان میره زیر قطار. آهای خانم صبر کنید. بابا میخواد خودکشی کنه. خانم صبر کنید. صبر کنید. تو رو خدا وایسی. نذاشتین خودم از این زندگی راحت کنم. شما اول بفرمایید چرا میخواستین این کارو بکنین؟ اون دیگه به خودم مربوطه. بله. ولی خودکشی کار خوبی نیست. آدم باید در مقابل ناراحتی تحمل داشته باشه. از نصیحتتون ممنونم. خب خداحافظ. صبر کنین. کجا میخواید برید؟ برمیگردم شهر. ماشینم اونجاست. خداحافظ. دختره دیوونه. من میرم تا شهر مواظبش باشم. ممکنه بازم به فکر خودکشی بیام. برو. فعلا خداحافظ. ببخشید. اجازه میدین منم تا شهر باهاتون بیام؟ مگه خودتون وسیله نداری؟ نه. از اون گذشته میخوام مواظب شما باشم که باز به فکر خودکشی نیفتی. شما خیلی انسانید. متشکرم. بالاخره نگفتین چرا میخواستین اون کارو بکنین؟ دونستنش برای شما چه فایده‌ای داره؟ شاید بتونم بهتون کمک کنم. متاسفانه هیچ گونه کمکی نمیتونین به من بکنین. فقط مرگ میتونه منو از این بدنامی نجات بده. حالا میتونم حدس بزنم که چرا میخواستین این کارو بکنین. معمولا اشتباهات جوانی رو با خودکشی جبران میکنن. در حالی که به نظر من این کار دیوونگی. درسته. ولی من و اون همدیگه رو دوست داشتیم. قرار بود وقتی تحصیلاتش تموم شده به ایران برگشت با هم عروسی کنیم. ولی افسوس دیروز همه چیز تموم شد. وقتی میخواست برگرده در سانحه هوایی کشته شد. براتون متاسف. سیگار؟ نه متشکرم. پدرم آدم ثروتمند و سرشناسیه. خیلی هم متعصبه. از طرفی چون ناراحتی قلبی داره نمیتونم حقیقتو بهش بگم. افسوس که من آدم تنگ دستی هستم. وگرنه بهتون کمک میکرد. چطوری؟ شما را از پدرتون خواستگاری میکرد. ساکت شو. تو نباید زن یه آدم بی‌شخصیت بشی. به نظر شما کسی که جیبش پره شخصیت داره؟ آدمایی رو که دست و بالشون خالیه باید مثل زباله زیر دست و پا له کرد و از بین برد؟ گوش کنین، تنها سر و وضع مرتب نشونه انسانیت و تشخص نیست. هر کس در هر لباس و هر مقامی که باشه برای خودش شخصیت داره. هیچ کس حق نداره بهش توهین کنه. شما بهتره مواظب حرف زدنتون باشین. نمیخواد منو تهدید کنی. ببینم اصلا تو چی میخوای؟ حرف حساب چیه؟ من نمیخوام دخترمو به تو بدم حضرت آقا. پدر خواهش میکنم بس کنی. گفتم تو خفه شو. زود باش از منزل من برو بیرون. خیلی خوب لازم نیست داد بکشین آقای محترم. میرم. نه نه رو بلش کن بذار گورشو گم کنه. پدر خواهش میکنم یه دقیقه به حرفای من گوش کنی. این موضوع برای من قابل قبول نیست. اون پسر برای تو شوهر نمیشه. صبر کنیم. به نظر من شما جوان خوبی هستین. فقط عیبتون اینه که فقیرین و با خانواده ما جور در نمیاد. فقیر بودن که عیب نیست خانم. اما ازدواج یه دختر از طبقه ما با شما خیلی مشکله. بگین که یه عشقی در میون باشه که در این صورت کارا خود به خود درست میشه. چی میخواین بگین؟ اگه شما دلتون بخواد من میتونم اونو راضی کنم. نمیفهمم. بعدن من 20 سال زحمت کشیدم تا تو رو بزرگ کردم. برای تو هم مادر بودم هم پدر. حالا چطور میتونم تو رو به یه آدم آسوپاس شوهر بدم؟ پدر شما تمام مسائل زندگی رو از دریچه چشم یک آدم پولدار بررسی میکنین. به احساسات و عواطف انسانی اصلا اهمیت نمیدین. ما هم دیگر رو دوست داریم. دوست داریم دوست داریم. تو هنوز بچه‌ای، نمیدونی چی کار میکنی. از همه این حرفا گذشته من پدر تو هستم. سرنوشت و زندگی تو رو من باید تعیین کنم نه خودت. من هر کاری دلم بخواد میکنم و تو نباید کوچکترین اعتراضی داشته باشی.
شما خیال میکنین چون پدر من هستین، چون برای من زحمت کشیدین، هر کاری که دلتون بخواد میتونین بکنین. من فرزند شما هستم اما زرخرید شما نیستم. خفه شو دختره پر رو. حالا که کار به اینجا کشید بذارین یه چیزی رو به شما بگم. بین من و اون همه چیز تموم شده. همه چیز تموم شده؟ بله پدر. چه مصیبتی. حالا که کار از کار گذشته مجبوری با ازدواجشون موافقت کنی. ای کاش اولادی نداشتم. ای کاش اونم مثل مادرش مرده بود. آروم باش، خودتو ناراحت نکن. این موضوع اونقدرام اهمیت نداره. چطور اهمیت نداره؟ اون پسره برای خانواده ما وصله ناجوریه. اما اگه دلت بخواد کاری نداره، میتونی این وصله ناجور رو زیر بالشو بگیری و آدم مهمی معرفیش بکنی. جواب حرف مردم رو چی بدم؟ بذار مردم هر چی دلشون میخواد بگن. ما چیکار به حرف اونا داریم؟ اصلا شایعه میکنیم که پسره مهندسه. بعد از عروسی هم دستشو بگیر ببر تو کارخونه، بذارش سر یه کار مهم. نمیدونم چی بگم. به نظر من باید جلوی آبروریزی رو گرفت. من که عقلم به چیزی نمیرسه. هر غلطی دلتون میخواد بکنی. کارا رو بذار به عهده من، خودم درستش میکنم. عشق من، دوست دارم. میخوام یه خبر خوبی بهت بدم. چی؟ تو به زودی پدر میشی. خدای من چه مژده ای. باید از امروز صرف نظر دکتر باشی عزیزم. خیلی دوست دارم. پسر یا دختر فرقی نمی کنه. سلام. سلام. اومدی؟ بله. ولی شما هنوز نخوابیدین. درسته، من نخوابیدم، منتظر تو بودم. بهت تبریک میگم. متشکرم. خوب شب بخیر. کجا؟ حالا چه موقع خوابه؟ خسته هستم، باید برم بخوابم. یه گلاس مشروب خستگی تو برطرف. نه نمیخورم. شب بخیر. صبر کن. خیلی وقت بود که انتظار همچه لحظه ای رو میکشیدم. منظور چی؟ چطوره؟ میپسندی؟
فکر میکنم زیاد جالب باشه که یه زن نجیب و شوهردار بدن خودشو به یه مرد غریبه نشون بده. از کی تا الان ما غریبه شدیم؟ اصلا من نمیفهمم تو چرا خودتو به نفهمی میزنی. جواد تو خودت میدونی که من چقدر تو رو دوست دارم. گم شو. صبر کن. این پیر مرد خوابیده. الان هیچ کس تو خونه نیست. من و تو تنها هستیم. تنهای تنها. آیا خجالت بکش. اونجا چه خبره؟ چیزی نیست. داشتیم با جواد راجع به جشن تولد مریم صحبت میکردیم. این وقت شب؟ مگه صبح ازتون گرفتن؟ نه، ولی بعد یه جشن حسابی بگیریم. یه جشن بسیار آبرومند. مریم باشه یا بر باشه بکنم دختر کوچولو نگو اسمش چیه؟ اسمشون نگفتم میجون؟ بسیار خوب بازم بایی جزیم ببینیم چه دختر کوچولو دارم دختر همه کمی داریم فرمایشی بود منو بشتسی اومده اینجا چیکار؟ شنیده بودم وضعت خوب شده اما باورم نمیشد. خواستم با چشمای خودم ببینم. کی اینجا رو بهت نشون داد؟ یکی از بچهای سابق که تو کارخونه پدرزنت کار می‌کرد. من دیگه نمی‌خوام بشنوم. خوب گوش کن ببین چی میگم. بهتره هیچ وقت ما هم دیگه رو نبینیم. من گذشته رو به کلی فراموش کردم. آره میدونم. میدونم. منم نیومدم که مزاحمت بشم. فقط اومدم بپرسم که چرا محل ما رو به پلیس اطلاع دادی. می‌خواستم آدم بشین و دست از اون کارای زشتتون بردارین. متشکرم. خب حالا به تلافی اون خوبیات که باعث شد چند وقتی رو تو زندون آب خنک بخورم اگه کمکی از دستم بر بیاد برات انجام میدم. چه کمکی؟ تو جوون زرنگ و باهوشی هست. من حسم دارم نقشه کشیدی که ثروت این بابا رو تصاحب کنی. اگه به کمک من احتیاج داشته باشی باید بدونی که در خدمت. گوش کن چی میگم. فکر این کارا رو از سرت بیرون کن. تو باید زندگی جدیدی رو برای خودت انتخاب کنی. ساکن بیا. این پولم داشته باش. بعدن هر وقت احتیاج پیدا کردید من کمکت میکنم. متشکرم. خیلی متشکرم. شب بخیر. شب بخیر. بفرمین. شما دوست جواد هستین؟ یه زمانی اربابش بودم. من تمام حرفای شما رو شنیدم. حالا موقعشه که هم از اون انتقام بگیری هم پول زیادی به دست بیاری. چطوری؟ خیلی ساده. فقط یه مدرک از گذشته اون به من بدی. چقدر پول میدی؟ 10,000 تومان. معامله خوبیه. فردا براتون میارم. قرار ما سر پل تجریش. متشکر. من هم همین. خدا حافظ. الو بله. پس چرا نمیایی؟ پدرم ناراحته. هممون منتظر تو هستیم. من نمیتونم به اون مهمونی بیام. عروسی یکی از کارگرای کارخونه است. باید یه ساعتی برم اونجا. چی میگه؟ نمیاد. میخواد بره عروسی یکی از کارگرا. بده ببینم. ببینم، حالا دیگه عروسی اون کارگر واجبتر از مهمونی خونه برادر منه؟ البته نه، ولی من بهش قول دادم. قول دادم، قول دادم. تو با این رفتار تمام کارگرای منو جری کردی. وضع کارخونه منو پاک به هم زدی. خیلی خوب، حالا به درک نمیای. بیشور. آی احمد. بله قربان. ماشین حاضره؟ بله قربان. ناهید؟ چیه؟ بیا بریم عزیزم. شماها برین، من هنوز حاضر نیستم. وقتی کارم تموم شد تلفن میکنم شما بیاین دنبالم. بسیار خوب بریم دختر جان.
بله خانم. به جواد آقا تلفن کن بگو حال بچه به هم خورده، فوراً بیاد اونو ببره دکتر. چشم. الو. بله. الان میام. تفلک. احمد. 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 چیه؟ چی کارش داری؟ من فرستادمش دنباله یک کاری. بچه چی شده؟ میگفت حالش بده. نه حالش خوبه، ناراحت نباش. پس چرا احمد به من تلفن کرد؟ چرا گفت بچه مریضه؟ برای چی منو کشوند اینجا؟ آخه دلیلش چی بود که گفت من؟ من گفتم. آخه باید کار داشتم. چه کاری؟ شما چرا به مهمونی نرفتی؟ خودت که میدونی بدون وجود تو مهمونی رفتم برای من هیچ لطفی نداره. صد دفعه گفتم که حاضر نیستم این حرفا رو بشنوم. ولی این دفعه دیگه مجبوری که بشنوی. باید دیگه به عشق من جواب مثبت بدی. باید این آرزو رو به گور ببری. تو دیگه نمیتونی از چنگ من فرار کنی. من به اسرار تو پی بردم. من اسراری ندارم که از کسی مخفی باشه. خیال میکنی. من میدونم که تو یه دزد سابقه دار هستی. تو با حقوق نیرنگ وارد خونه ما شدی که ثروت شوهرمو بالا بکشی. این دروغه. این تخمتا به من نمیچسبه. نکته تو نیست؟ پس اون پس فطرت همه چیزو گفته؟ ناراحت نشو. تو میتونی به من اطمینان داشته باشی، باور کن. مشروب میخوری؟ نه. جواد، منو بغل کن. نه، خواهش میکنم. من مال تو هم. تو منو داری، هیچ کس قادر نیست به تو کوچکترین لطمه بده. نه نمیتونم. نمیتونم. من دزدی کردم، جیب بری کردم، ولی هیچ وقت به ناموس دیگران دست درازی نکردم. جواد بغلم کن، دوستت دارم. من خواهش میکنم ماجم. نه این کار صحیح ماجم. نیست. برم کن، برم کن. نه نه نکن. پس بیشتر دوست بتو. خجالت نمیکشی؟ من جای مادرتو هستم. چه اتفاقی افتاده؟ اون میخواست به من تجاوز کنه. دروغه، داره به من تهمت میزنه. این بود جواب محبتهای من؟ به خدا دروغ میگه، داره موضوع رو به عکس جلوه میده. تو چرا تو این اتاق اومدی؟ برای اینکه مشش پیش من واس شده بود. اون یه دوست سابقه داره. چون من این موضوع رو فهمیده بودم، اومد به دست و پای من افتاد تا کاری کنه که جریانو به شما نگم. بعدم که دید نتیجه ای نمیگیره، میخواست به من تجاوز بکنه. زود باش گول تو از این خونه گم کن. برو گم شو. چرا وایسادی؟ برو گم شو. آقای مهربان اجازه بدید. خواهش میکنم شما صبر کنید، بذارید همه چیزو تعریف کنم. چرا صبر؟ اجازه بدید خونه من، برو بیرون. نه اشتباه میکنید، آروم بگیرید. اجازه بدید حقیقت رو براتون تعریف کنم. گم شد دزد پس فطرت، فوراً برو بیرون و الا تو رو تحویل پلیس میدم. بسیار خوب میرم، ولی بچه من با خودم میبرم. ببر اون لکه ننگم با خودت ببر، ولی دخترمو برای ابد فراموش کن. فراموش کن. قلبم بریم عزیزم، یه کمی ویسکی بخور، برات خوبه. بریم عزیزم. آدم خوبه راه رفتن رو از این یاد بگیره. مخ الهی که قربون اون راه رفتنت برم، مثل طاووس میخرامه. خانم ببخشید یه عرضی داشتم. چیه؟ اجازه بدید سفارشی و دو قبضه بنده دو دقیقه قربون تو برم. مثلا اسمتو بهم بگو عزیز جون. خجالت بکش. سلام. به به، دیدی گفتم بالاخره از خر شیطون میای پای می تو بغل حاجی. پیشمایی که بشم مامانی. چی شو؟ شماها بگید خدا رو خوش بیاد شیکار و شیکارچی بزنه، او وقت گوششو تازی بخوره.
کجا بودی؟ رفته بودم خرید. این کیه؟ نمیدونم، از فروشگاه تا اینجا مزاحم شده. آقا فرمایشی داشتن؟ سرکار کی باشه؟ سرکار شوهر خانم باشه. خیلی خوب. سرکارم نوکر شوهر خانم باشه. وایسا ببینم پیرمرد با این سن و سرت خجالت نمی‌کشه. آقا معذرت می‌خوام. تقی وایسا. تقی جواد توی؟ اگه راست میگی وایسا. چی میگی؟ ببینم چی شده؟ علی بهت میگم. ببینم وایسا. اگه وایسا حالت بکنه. چی جورم گیر نکن. آخه ای راحت شدم، عجب نره خوری بودش. این افته فرار کرد. بریم احسان، بریم. ببینم اون یارو چی بود؟ نمیدونم. آخرش این چشمای صاحب برده من یه کاری دستم میده. به جون تو از موقعی که دیبوری رو کرار گذاشتم و چند مرتبه به خاطر این چشما تو زندون افتادم. لاکردار همش دنبال جنس لطیفه. خب جواب تو توی مدت کجا بودی؟ چیکار میکردی؟ این بچه ما رو کیه؟ جریان من مفصله. فعلا جایی رو داری که امشب بخوابیم؟ آره یه جایی هست. بریم تا همه چیز رو برات تعریف کنم. من بچه‌مو میخوام، شوهرمو میخوام. اون برای من یک فرشته بود. ممکنه برای تو فرشته باشه، ولی برای خانواده من یه دیو بود. دروغه. تمام اینا تهمته که بهش زدن، دروغه. مطالب این روزنامه‌ام دروغه. من به گذشته اون کاری ندارم. اون کسی بود که منو از ننگ و بدنامی نجات داد. ننگ خودش به وجود آورده بود. نه اینطور نیست. به شما دروغ گفتم. جوونی که من دوستش داشتم مرده بود. من از ترس بدنامی میخواستم خودمو بکشم، اما اون حاضر شد که با من ازدواج کنه. حالا خودتون بگین چطور ممکنه که یه همچی آدمی قصد خیانت به زن شما رو داشته باشه؟ نه چرا حرف نمیزنی؟ چرا لال شدی؟ من چند مرتبه باید این موضوع رو تکرار کنم؟ پدر من قسم میخورم که جواد غیر از اینه که شما فکر میکنین. اون یک انسانه. من که نمیدم. من باید اونو پیدا کنم. من شوهرمو میخوام، بچه‌مو میخوام. هر طوری شده باید اونو پیدا کنم. بذار کار سنبل نکنی، یارم واکس بزن. خیلی خب خودم بزن، با چکش که واکس نمیزنم. آقای حراجه، حراجه، صاحبش نمه گاراجه. آقا بفایی کارچا ببری شما. ببری خانم، از این جهسایی ما ببری. خانم اجازه بدید این بلود اندازه خود شما. شما بذارید من امتحان کنم. شما اجازه بدید خانم من امتحان کنم. بهتا خوشحال خانم جو چقدر بهت خوب بیادا. میخوای لخش همینجا بباشم؟ همینجا بباشم خودم مرگم. چه بیداره فروشنده و دکتر هر دو محرم هم ببوشم. آقا نیه خانم شما ببوشونم ببوشم. با خیلی که قرمون رو هیکلت برم من. آی حراجه، حراجه رو بشم. کجا؟ یه گاراژ کار خوبی پیدا کردم. آی تاکسی، تاکسی نگه دار. کارگرم، کار میکنم، ماشین شورم من، ماشین خوشگلای شهر رو میشورم من. خوشحالم از این که تو کارم واردم من. هیچکی نمیگه توی این دنیا بدم من. آخ مخلص خوشگلاشم، تقیب ماشین شورم من. ببین چقدر تعرفت ماشینو میشورم من. های پری باری کلا بزار ماشالله. ما همه نوچه آدیم دوزن داریم به مولا. اومدش خوشگل نازش تو ببین، جونون سر و زلف درازش تو. مرمر سینه بازش تو ببین، مرمر سینه بازش رو ببین. آتاقیز سلام، خواهش میکنم این ماشین منو بشین. اما خوب بشین یا سینما واسه این چاک می
میکنم نظر ماشینشو پاک میکنم واسه این راست راست کولاک میکنم واسه این راست راست کولاک میکنم آتاقیقا اون ماشین مارم بسید من تو منه نمیشتستی به من میگن تقیی ماشینشون رو خوش کرم من ماشین مردان رو نمیشورم ماشین مردان رو من نمیشورم عزیزم حیف کسیف شجونم این دستای تمیزم خیال نکن پپم من بلکه از اون زرنگام ماشین شوری قشنگام نوکرشو خوشنگام درسم و خوب روونم اینو خودم میدونم خوشحال و نغمه خونم هر کی خوش آب و رنگ دل برش و خوشنگ دلم واسش میشنگ کار گرم کار میکنم ماشین شورم من ماشین خوشگلای شهرو میشورم من خوشحالم از این که تو کارم واردم من هیچکی نمیگه توی این دنیا بدم من وای نمیگه بدم من جون نمیگه بدم من وای نمیگه بدم من جان نمیگه بدم من به به باری کلا تقی باری کلا چه خوب خوندی تو هنوز زنده ای؟ پس میخواستی مرده باشم خب چه کاره میکنی؟ میبینی که آدم حسابی شدم نفهمیدم این ماشین از کجا کشتی؟ احمق جون من روشمو عوض کردم حالا دیگه کارهای بزرگ بزرگ میکنم یعنی دوزی های گنده گنده ها جواد کجاست؟ چی کارش داری؟ کارش دارم به من گفتن اینجا کار میکنی اگه جیونتو دوست داری از اینجا برو بعد از اون جریان خیلی عصبانی خودشم نمیزنه فقط به من میگه کلک تو بیکرم خیلی خب برو اما اگه نفره شدی از من گله نکنی ها داری کارگری میکنی تو آخرش کی میخوای آدم بشی با تو هستم 5 ساله که دنبالت میگردم دیگه از شون من چی میخوای تقصیر خودت بود اگه اون شب با من کنار اومده بودی روز نامه رو بهش نمیدادم عوضش پول خوبی گرفتی اومدم یه پیشنهاد خوبی بهت بکنم تو تمام سوراخ سنبه‌های کارخونه پدرزن تو بلدی یه دستبرد به اونجا میزنی هم پول خوبی گیرت اومده هم انتقام تو از اونها گرفتی تا بلند نشدم حسابتو برسم از اینجا گم شو بچه نشو درست فکر کن پول خوبی گیرت میاد گفتم برو گم شو جواب بده اینجا پسر بیا برو رو تو کم کن برو نظر دستم برات بلند شه سگه کی باشی گفتم نظر دستم برو بلند شه نمیخوام برای خودم درد سر درست کنم خیلی پسر تحصیل یه بعد افته بشه برو ببینم آخه جریان چیه؟ آقای بودی شمایی؟ بزی سرویست کنم بلم کن اونجا ری بیم برو بسته که برو شر به تو نکن من نمیخوام تو رو بزنم نمیخوام اینجا پسر بله برو یه پاسبان فرده آقای بودی پاسبان نباید الان خود چون سوا میشه برو خفه شو عصبانی هستم که دخو دمتت نمی کنم برو مجبورم بسه دیگه جا بسه بالا آوردی آقای بودی دستم به دومن مایسی نگاه بکن یه کاری بکن حالا هم گره میکشم اصلا میگی من چی کار کنم چه میدونم باره سواش رو بکن باره یک دوتو باشم تو بکن ریتوب چه حال بالا آوردی دیگه رو اینجا کار را شد قبی نمی آزی این کنم کنه جست این کنم کنه این کنم کنه کشیش
اوناش از سرکار اونجا. آقای مدیر چی شد؟ مگه کور بودی ندیدی رفیق زد کشتش؟ تقصیر خود چه؟ صد دفعه بهش گفتم نرو نفله میشی. چی شده؟ اینا با هم دعوا کردن، این آقا اینو کشت. بفرمین کلانتری آقا. عجب سق سیاهی داشتم تا گفتم پسر تو هنوز زنده ای یارومو. سگا ممکن منم باش بیام؟ سرکار میشه چند کلمه با رفیقم حرف بزنم؟ بفرمین. ببین تقی، با این عمل با سرنوشت من عوض شد. ازت یه خواهشی دارم، مریمو ببر به مادرش تحویل بده. اون نباید بی سرپرست بمونه. آدرسشم خیابان بهار، پاشی 148. خداحافظ. تقی کجا داری میری؟ من که خسته شدم بچه. اینقدر ویر نزم، منم خسته شدم. خب به نظر منم خسته شدم. ببرم اون صدا دیگه. به نظرم همینجاست. بله خودشه. اما تقی اینجا کجاست؟ اینجا بچه یه جای خوبیه. بذار من زنگ بزنم. سلام خانم، تعظیم عرض کردم. سلام عرض کردم. سلام. ببخشید، حال شما خوبه؟ چی کار داری؟ این بچه حالتون خوبه؟ این بچه چی میخوای بگی؟ از بس شما خوشگلید یادم رفت چی میخواستم بگم. حال شما خوبه؟ ماشاءالله چه هیکلی. عمو تقی، پستیشت به یه زن افته، دست پاتو گم کردی، حرفتو بزن. بچه بذار به کارم برسم. خوب که گفتی حالتون خیلی خوبه. بله خوبم، حرفتو بزن. این بچه الهی که قربونه. چی گفتی؟ یعنی قربون این بچه برم. این بچه جواد آقاست. الهی تو من فدات بشم. این بچه مال جواد آقاست. بچه جواد آقا؟ بله فدات بشم. جواد آقا گفته که بچه رو تحویل مادرش. من نمیفهمم شما کجا رو میخواین؟ مگه اینجا منزل آقای مهربان نیست؟ نه، اونا 3 ساله که اینجا رو فروختن و رفتن اروپا. ای داد بیداد. نمیدونی آدرسی کجاست فدات بشن؟ نه. یه حالا بیا درستش. او کفت او. بله بابا. خب قربون شما. یعنی قربونت برم. خدافز. خدافز. سلام خوشگلی. سلام. مثل این که کارت خیلی مشکله. اینا کی بودن؟ میخواستی کی باشن؟ 2000 پول اتوبوس میخواستن. ببینم تو کجا رفته بودی؟ رفته بودم سر خاک پدرم. فقط اونجاست که میتونم ناراحتیامو برطرف کنم. 2 ساله که پدرت مرده، هنوز میری سر قبرش. ببینم تو کی میخوای این لباس سیاه رو از تن در بیاری؟ نمیدونم. هر چیزی اندازه‌ای داره. حالا دیگه باید خوش باشی. تو که خوشی رو از من گرفتی. چیزی که فراوونه مرد، یکی رو برای خودت انتخاب کن. مگه من جای تو رو گرفتم؟ سلام برس بشی. امو تقی بابا چنه اومد؟ آره من رفتم اونجا. اونا منزل فروختن رفتن اروپا. چه بدبختی بزرگی. حالا با این بچه چیکار کنم؟ فکرش نکن، من خودم بزرگش میکنم. ممنونم، امیدوارم بتونم یه روزی این محبتت رو جبران کنم. بابا جون، چیه دخترم؟ تو کی میای خونه؟ خیلی زود مریم جون، خیلی زود. بابا جون، من و عمو تقی هر شب موقع خواب دعا میکنیم که تو زودتر بیای پیش ما. آخه من که مادر ندارم. اگه تو هم نباشی من تنهایی چی کار کنم؟ قصه نخور دخترم، عوضش عمو تقی هست. اون تو رو خیلی دوست داره، نمیذاره بهت بد بگذره. تو داری گریه میکنی بابا جون. نه مریم جون، من گریه نمیکنم، دارم میخندم.
جواد جون دیگه بهتره که ما بریم. با بابا جون خداحافظی کن بریم. خداحافظ. خداحافظ مریم. بریم جان. بریم عزیزم. بریم جون. بریم خدا. خدا. عجب بارونی، اگه تا 10 دقیقه دیگه همینطور بباره همه شهر رو آب میبره. چه میشه کرد، رحمت خداست دیگه. ببخشید میشه یه خواهش ازتون بکنم؟ الان بفرمایید، هر کاری باشه با جون دل براتون انجام میدم. یه تاکسی بر من بده. تاکسی؟ فقط هم یه کار رو نمیتونم. چرا؟ قربونت برم، روز آفتابیش تاکسی گیره میاد، چه برسه به اینکه از آسمون داره سیل میباره. پس چی کار کنم؟ هیچی، همینجا دوتایی با هم یه گل میگیم و گل میشنویم تا بارون بند بیاد. اینجا؟ آره جونم، ما چیه بیداره؟ ای شیطون، معلوم میشه کار کاسبیت خیلی کساده. اون که بله و الان میرفتیم شامو با هم میخوردیم. که از خدا میخوام، ولی نه پول دارم نه وقتشو. آخه اینجا منتظر کسی هستم عزیز جون. به به چشم تو درویش کن. چشم درویشم، منتها ریشامو تراشیدم. وای وای، ای تو این سرما ببینم جوراب پاد نیست. نه میبینی که معلوم میشه کار کاسبی تو هم کسادا. ای همچی، الان خودم یه جفت جوراب عالی ببینم، البته پولش قابلی نداره. ببینم جوراب نمره پا چیه. جوراب که نمره ای نمیشه. این جورابای من تمامش نمره ایه. یعنی بگی الان خودم اندازه پا تو میگیرم جونم. موازه باش نریزا، تمام سرمایه من اینجاست. وایسا چی کار میخوای بکنی؟ آجی پا تو بزن اینجا. الان که برمون این ساقای پا برم من. یکو این دو ببینم زیر زانو باشه یا بالای زانو، فرق نمی کنه. به نظر من بالای زانو باشه خیلی بهتره ها. این یک و این دو و این سه و این سه و دو انگشت و این سه و سه انگشت و ببینم اگر از این بالاتر باشی هیچ عیبی نداره. نه از نظر منم عیبی نداره. وقتی اینجا خیابونه چه خاکی به سرم بریزم، دارم الو میگیرم. این یک و این دو و چی کار میکنی امو تقی؟ دارم اندازه پای این خانومو میگیرم که بهش یه جفت جوراب بده. جوراب زنونه که اندازه گرفتن نمیخواد، هر کدومو بدی به پاش میخوره. زود باش بچه ها منتظرن گوش نشونه. خیلی خب الان میام. بلنشو بیا دیگه. برو اومدم. عجب گرفتاری شده بدش بخواد. این بچه های خود چی میگه؟ من نه زن دارم نه بچه. این دختره یه مش بچه فقیر و افریج و یه کرده تو خونه ما، هرچی هم کار میکنیم در بینم خرج جونم میکنیم. ما خانوما همینجوریم، هممون در رحیم. الهی تو خودی رو رحمتون برم. ببینم پول جوراب نمیخوای بدی؟ خودت گفتی که قابلی نداری. راست گفتی، معامله پایا پای. جوراب از لم ماچ هست، لبرت رو بیاد یکی دیگه. خیر شویری. ای با این که تا نداری بده واسه تا بندزه. پرو دوتا ماش داده جوراب تعدارم میخواد. خیلی شدی مریم. آره بیا تو زلیل مردان لالنگ سلام بکنم. بچه ها سلام کنیم. سلام. سلام سلام به روی ماه سلام. ایشالله که خوبی امو دقیقه خفه شو یا بگیر ببر بهشون بدی. باشتمه بابا مردش رو شیکمتون رو ببرم. حالتون چطوره بچه ها؟ با بودن شما حال همه ما خوبه. بیا جونم. ممنونم. بگی کوف اون جیگرت بخوره. بگی بسکی ارس باباش طلب کاره. بگی یکی دیگه هم بده. یکی دیگه؟ من گردن کلوفتی؟ کمه. بباره صدا. آخو با یه دونه سی نمیشم، یکی دیگه هم بده. تبینش بده امو تقی. بگی کارتون جگرت بخوره. اگه روزی ما دست تو بود ما رو از گشتگی میکشت. توف رود بیاد پسر پر رو. بگی دست درد نکنه. باریکالله. شما چقدر خوبیم، از یه مادر بیشتر به ما محبت میکنیم. برای اینکه منم از بچگی مادر نداشتم، درد بی مادری رو خوب حس میکنم. تو چرا گریه میکنی احمد؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ حرف بزن.
امروز خبر آوردن که مادرم تو مریض خونه مرد. چه جور آواز خوندنیه؟ من که داشت گریم میگره. الان خودم همه تونو سر حال میارم. این قرنه ای مکو حسن بد بینم. حالا تموشا کن. میدم آقا چی باشم؟ معذرت میخوام، من اینجا وایستاده بودم تا بارون بند بیاد. خب راستی خانم صدای قشنگی دارم. جون من باور کنی. خب به تو چه؟ میدونین من معلم موسیقی هستم، اسمم هم ایرجی. خب به من چه؟ آخه حیف این صدا بدون استفاده بمونه. خب به تو چه؟ آخه من افسوس میخورم. خب به من چه؟ چیه متقی؟ آقا معلم موسیقی هستن، از صدای تو هم خوشش رو بده. متشکرم. من حاضرم به شما کمک کنم تا خواننده مشهوری بشین. متاسفانه من از موسیقی هیچ سرم نمیشه. آه اشکالی نداره، من یادتون میدم. حاضرین؟ چی بگم؟ ببینم داداش پولبول چی گیرش میاد؟ وقتی بتونه خوب آواز بخونه مسلما پول خوبی هم گیرش میاد. این آدرس منه، فردا منتظرتونم. خدافظ. خدافظ. گفت اسمش ایرجه؟ آه ایرج خان. بله. ایرج خان با شما هستم. میگم من خودم هم نوازنده خوبی هستم، قرنه هم خیلی خوب میزنم، همیشه هم باید باهاش باشم. عیبی نداره. های بربور تو پسر، برو حتما بیای. مریم جان میگم مثل این که میخواد وضعمون خوب بشه و از این دست فروشی نجات پیدا کنیم. خدا کنه. ای خدا. گفت آدرسش کجاست؟ آدرسو نوشته کاباره مروارید. بفرمید. قشنگه، هم صدای خوبی داره. از کجا گیرش آوردی؟ بر حسب اتفاق من موفقیتش رو تضمین میکنم آقای مدیر. خیلی خوب، مشغول شید. بچه ها تمرین رو شروع میکنیم.
هنو نتونستی رانش بری؟ نه، ولی امشب تصمیم دیگه ای در بارش گرفتم. همه شاد از دل بری به دل من بی خبر، همه دل داده بکر دل من جای دگر. تو که بینی به خان لب من، تو که دانی به تاب و تب من، تو ندانی که آتش غم فتاد بر جان گرفت دامان. چجوری از شما تشکر کنم؟ خواهش میکنم دیگه به من نگین استاد، چون این استعداد خودتون بود که تونستیم در این مدت کم این همه پیشرفت بکنیم. من موفقیت خودم و مدیون شما هستم. امیدوارم یه روزی خواننده بی‌رقیبی بشم. خیلی متشکرم، با اجازهتون. خواهش میکنم. ببینم استاد، دقیقه ای از اون غافل نیستی. فکر بد به مغزت را نده، مریم از اون دختره نیست که تو فکر میکنی. اساس کدومشونه؟ ها؟ نکنه عاشقش شدی؟ این دیگه به خودم مربوطه. بفرمایین. امشب برنامه‌تون خیلی جالب بود. متشکرم آقای مدیر. مدیر شما در این مدت کوتاه خیلی خوب تونستین نظره رو به طرف خودتون جلب کنید. راستی؟ بله، من که خودم از طرفداران پرپا قرص شما شدم، چون شما هم خوشگل هستین هم صداتون خیلی عالیه. متشکرم. هیچ میدونید اگه مدیر و خواننده با هم کنار بیان، خواننده موفقیت بیشتری به دست میاره و صاحب همه چیز میشه؟ منظورتون رو نمیفهمم.
اگه امشب شما به من بخورید خیلی چیزا رو بهتون. معذرت میخوام آقای مدیر، من باید برم خونه. ضمناً اگه میل دارین من براتون کار بکنم، هیچ وقت منو به شام دعوت نکنین چون قبول نمیکنم. بسیار خوب. کجا داری میری خانم جون؟ ببخشید، سلام عرض کردم. رئیس به شام دعوتش کردم ولی قبول نکرد. معلوم میشه خیلی زرنگه، به این زودیه تو چاله نمیافته. آه خیال کرده. گوش کن ببین چی میگم، باید امشب به هر ترتیبی شده اونو ببری توی ویلای من. اطاعت اون با من. خدافظ. 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 این وقت شب تاکسی کجا پیدا کنیم؟ خوشگله، این وقت شب که تاکسی گیر نمیاد. بیا بالا ما برسونیمه. نفهم میدم چی گفتی؟ بیا بریم منطقه. بیا بالا خوشگله. بیا بالا. آلا آلا شی تو میگم چی بشه درد و داغونشون کنم. بیا بالا عزیزم، بیا بالا، بیا بره میام. بیا ده ناز نکن، بیا بالا جونم، بیا بریم یه جای خوب. بیا ده تو ویل کن، تو با حساب این گردن برو بریم. باز که داری میری شیطون بلا با تو هستم. بیا ناز نکن، اگه نیای خودم میام میکشمت بالا. آخه چرا گورتو گم نمی کنی؟ بری گم ببر. من تو خودت خوار مادر ردی یا شای آقای گردن آقای گردن 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 خواهش کن دیگر، تو رو خدا نگرد. باشه من کیف هم بردارم، الان میام بالا. آقا جم قربه در خواهش کن اون ماشین رو با تعقیب کنید. بودوی اتفاقی یه زن رو دوزیدن گاز بدید. جان دارن تعقیبمون میکنن. یالا راست میگه، بیشتر گاز بده. زن شما؟ نه خیلی. دخترتون؟ نه خیلی. لابد مادرتونه. نه بابا، چقدر اصول دی میپرسی؟ با هم قابخیشیم. خیلی نپرسی ها. مذر همتر زودش یه خود گاز بده، یه خود بدو. چون دارم میرسن. باری کرده داری بهش میرسیم. همینطوری برو. دمیز جلوش ببین. برو برو دارم. همین الان بهش میرسیم. چرا چی بگر من مرز داری؟ میخوام میان برو بزن. برزشت کن. Thank you.
اینطوری که نشدی؟ نه متشکرم. اینا کی بودن؟ نمیدونم، اگه شما نبودین معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. فعلا که به خیر گذشت. حیف که در رفتم، وگرنه تیکه پارهشو میکردم. بفهمم شما رو برسونم منزلتون. نه متشکرم، مزاحم شما نمیشه. دختر چرا تعارف میکنی؟ بی بریم دیگه. بفرمایید آقا، ما حاضریم. ماشین ما امشب خراب شده بود، منتظر تاکسی بودیم که یه اتفاق افتاد. ممکنه خواهش کنم خودتون رو معرفی کنید؟ اسمم امیره و کارم هم وکالته. اسم منم تقیه و شغلم هم طبابته و این خانومم برادرزاده من هستن. از آشناییتون خیلی خوشحالم. من هم اینطور. آقای وکیل همینجا، منزل ما همینجاست. همین الان. عجب خونه شیکی. پیشکش قربان. خب خدافظ. خدافظ. زود باش، دختر تأخیر نکردی. محبت شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. متشکرم. ممکنه بازم شما رو ببینم؟ چرا که نه. شماره تلفنتون چنده؟ شما شمارتون رو بدین من بهتون تلفن. باشه، اشکالی نداره. بفرمایید. متشکرم. شب بخیر. شب بخیر. جوان خوبی بود. چرا بهش دروغ گفتی که دکتری؟ چرا گفتی اینجا خونه ای ماست؟ پس بخواستی چی بهش بگم؟ بهش میگفتم من تو کافه قرنه میزم تا هم آواز میخونی؟ چه مانعی داشت؟ به نظر من حقیقتو بهش میگفتی بهتر بود. تا حالا خیلی بچه ای. خدا رو چه دیدی؟ شاید زن پسر عاشق شد و باید عروسی کرد. یعنی ممکنه؟ اگه اوس کریم بخوا هیچ کاری نداره. برافو، خیلی عالی بود. متشکرم.
مریم، صدت هم مثل خودت خیلی خشن. بازم متشکرم. باور کن تو تنها دختری هستی که دوستش دارم، اونم به حد پرستش. منم همینطور دوستت دارم. من تمام جریان خودمونو برای عمم گفتم، اون خیلی دلش میخواد تو رو ببینه. منو؟ آره. آخه مگه ما نمیخواییم با هم عروسی کنیم؟ چرا؟ ولی از کجا معلوم که عمت با ازدواج ما موافق باشه؟ مطمئن باش، اون 100% موافق. همینجا تشریف داشته باشین تا برم به خانم اطلاع ببینم شیطون بده. بله. تو اینجا کلفتی؟ برو گم شو، تو چقدر فرمتی که من اینجا مستخدمم. وخ الهی که قربون اون استخدامت برم. وای چه مالی، چه دازی، چه قدی. مریم جون چی؟ میگم چطور من کارم رو ول کنم بیام توی خونه نوکر بشم؟ نوکر بشی؟ برای چی؟ این کلفت باب دندون منه. آه بس دیگه، تو هر زنی رو ببینی همین حرفو میزنی. چی کار کنم، من مرده کلفت های خوشگلم. بچه سلام. مریم جون خیلی خوش اومدی، منزل خودتونه. درسته، من که تصمیم دارم همینجا بمونم. البته خونه ما به قشنگی خونه شما نیست. تو که خونه ما رو ندیدی. چرا؟ از بیرونش معلومه که خیلی عیونه. خب چی میخواییم براتون بیارم؟ اون کلفته رو. کلفت برای چی؟ ها؟ اگه چیزی میخواییم بگین خودم براتون بیارم. شوخی میکنه. پس عمتون کجاست؟ همین الان میاد. ما منتظر شما هستیم عمه جان. سلام خانم. سلام. امیر خیلی از شما تعریف کرده. متشکرم. همینطور از شما آقای دکتر. برادرزادتون لطف دارن. ممکنه خانم. منو مریم رو تنها بذارید؟ البته امروز. خیلی خوب. آقای دکتر بفرمایید بریم کتابخونه منو ببینیم تا اما و مریم جون حرفاشونو بزنن. فعلا با اجازه. میدونی تمام کتاب منو از خارج برام میفرستن. ببینم. بله. حتما با داریم کتابخونه رو ببینیم، نمیشه جای دیگه رو بریم ببینیم. مثلا کجا؟ مثلا آشپزخونه ای، صندوقخونه ای، آبدارخونه ای. گشنه‌تونه ها؟ نه، میخوام اون کلفته رو معاینش کنم. بیا بریم. بیا. اجازه بدیم بی پرده صحبت کنم. خواهش میکنم. من قبلا درباره شما تحقیق کردم و یه چیزایی رو که تا حالا امیر نمیدونه من میدونم. مثلا چه چیزایی رو؟ مثلا میدونم که شما از یک خانواده فقیری هستین، غیر از پدر هیچ کسو ندارین. پدرتونم در حال حاضر به جرم قتل تو زندانه، درسته؟ بله. باید قبول کنین علاقه که بین شما و برادرزاده من پیدا شده اسمشو عشق نمیشه گذاشت، بلکه باید گفت هوس. نه اینطور نیست. چرا همینطوره؟ چرا به اون دروغ گفتین؟ چرا بهش گفتین که از یک خانواده متمول هستین؟ چرا بهش گفتین که عاشقش هستین؟ من هیچ وقت دروغ نگفتم و نمیگم. ما همدیگه رو دوست داریم. دروغه؟ دروغ نیست، حقیقت داره. شما عاشق ثروت اون هستین. به خدا اینطور نیست، شما بد فکر میکنی. من اونو دوست دارم. گوش کن دخترم، فکر نمی کنم اگر امیر بفهمه که شما از چه خانواده‌ای هستین و شبا توی کابر آواز میخونین بازم حاضر بشه باهاتون عروسی کنه، درسته؟ من روی این موضوع درست فکر نکرده بودم. پس بذارین براتون بگم، نه شغل اون و نه خانواده اون هیچ کدوم اجازه چنین ازدواجی رو نمیدن. معذرت میخوام که ناراحتتون کردم، این یک حقیقته که باید قبول کرد. هر کس باید پاشو به اندازه گلیم خودش دراز کنه، شما هم باید با هم طبقه خودتون ازدواج کنین. من دیگه بعد از اون با هیچ کس عروسی نمی کنم. درسته که من به اون دروغ گفتم ولی قصد فریب اونو نداشتم. چشمم به مال و ثروت اون نبود، من خودشو دوست دارم. ببین دختر جون، تنها دلخوشی من امیره. اون خیلی کوچک بود که پدر مادرشو از دست داد. من سالها زحمت کشیدم تا اونو به این سن و سال رسوندم. از تو خواهش میکنم از سر راه اون برو کنار و اون از من نگیر، در عوض هر چقدر پول بخوای بهت میدم. چند دقیقه صبر کن، الان میرم برات میارم. تو با پولهایی که من بهت میدم میتونی زندگی جدیدی رو برای خودت شروع کنی و با هر کس که دلت بخواد ازدواج کنی. Thank you.
همه جون صحبتتون تموم شد؟ پس مریم کجاست؟ پرسیدم مریم کجاست؟ اون رفت. کجا رفت؟ چی شد همه جون؟ اون به درد تو نمیخوره، لیاقت همسری تو رو نداره. نفهمیدم چی شد؟ نمیفهمم، منظورتون چیه؟ مریم به تو دروغ گفته، اون از یه خانواده فقیره. چه مانعی داره؟ فقیر بودن که عیب نیست. بله، ولی باید بدونی که اون شبا تو کاباره آواز میخونه و این آقای دکتر هم براش خرنه میزنه. ای داد بیداد گندش در اومد. ولی هیچ کدوم از اینا نمیتونه مانع ازدواج ما بشه. ما همدیگه رو دوست داریم. تو فقط بلدی با کلمات بازی کنی. ضمناً خیلی هم بچه‌ای. باید بدونی که معشوقت با جوان موزیسیانی که مشهورش کرده سر و سری داره. باور نکردنی. عمه خانم چرا دروغ میگی؟ امیر جون توی همچی چیزی نیست؟ من باید اونو ببینم. خیلی خوب، بیا جلو بریم. کجا میری امیر؟ صبر کن، اون به درد تو نمیخوره. عمه خانم از آتیش جهنم بترسه، میونه دوتا جوانو به هم نزن. آخه من قرنه زرم؟ به قیافه من میاد قرنه زدن؟ نه، من قرنه زرم زن؟ قرنه زر اون جد آبادته. همینجاست. اومدی خونه زندگی ما رو ببینی؟ نه. پس برای چی اومدی اینجا؟ بین ما همه چیز تموم شده. صبر کن مریم، صبر کن، با تو هستم، صبر کن. میخوام با تو حرف بزنم. تمام حرفا رو عمت به من زد، حق با اونه. بین ما فاصله خیلی زیاده. تو از یه خانواده ثروتمند هستی و من از یه خانواده فقیر و بیکس. تو در ناز نعمت بزرگ شدی، ولی من میونه این بچه ها. این حرفا رو بریز دور. هیچ نیروی قادر نیست ما را از هم جدا کنه و مانع ازدواجمون بشه. ولی من نمیخوام با این ازدواج اونزم که تنها دلخوشیش تو این دنیا تو هستی ناراحت بشه. برای چی؟ نباید ناراحت بشه. باید این افکار پوسیده رو ریخت دور. باید بهش فهمون که اشتباه میکنه. اونم تقصیری نداره. این زنجیریه که اجتماع به دست پای اون بسته. ما این زنجیره رو پاره میکنیم. اون چه بخواد چه نخواد ما با هم عروسی میکنیم، مگه نه؟ نه. پس امام راست میگفت. تو اون پسره رو دوست داری و بهش علاقه مندی. حرف بزن مریم، بگو شو بهش علاقه مندی. معذرت میخوام، من نباید این حرف رو میزنم. اگه من موافقتون رو جلب کنم تو حرفی نداری؟ من حرفی ندارم، موافقم، به شرطی که دیگه هیچ وقت پاشو تو اون کاباره نذاره و با اون موزیسیان معاشرت نکنه. باشه، من از طرف اون این قول به شما میدم. داری اشتباه میکنی، دیگه همچین موقعیتی گیرت نمیاد. تو تازه داری مشهور میشی، میتونی بهترین پولا رو به دست بیاری. بابا این میخواد شوهر کنه، نمیفهمی؟ تو خفه شو. خفه میشم، ولی این اینجا کار نمیکنه. من تصمیم خودم رو گرفتم، شما بی خود وقتتون رو تلف میکنین. من دیگه کار نمیکنم. به درک چه کار نمیکنی؟ چنگیز خان. چه مرگته؟ اگه اخلاق تو خوب کنی میمونم اصلا قرنه میزنم. تو باید برای عمت قرنه بزنی. آخه مرد حسابی، من که عمه ندارم. این چه رقت بعد اونوقه؟ اینو با شیش من شیرم نمیشه خوردش. سلام. بفرمایید آقا ایرج خان، اینقدر سنگشو به سینه میزدی حالا داره میره. کجا میره؟ من چه میدونم کجا میره؟ نه خودت غلطی کردی نگذاشتی ما به یه نوایی برسیم. مریم جون دیگه از اینجا راحت شدی؟ نه خیر، ولکن معامله نیست، بیا تو. استاد شمایی؟ من خیال کردم چنگیزه. شنیدم میخواید از اینجا برید. با اجازه شما. آخه چرا؟ حاضرین؟ من که حاضرم. با امیر نامزد من آشنا بشین، ایشون استاد من هستن، خیلی به من محبت کردن. خوشبختم، منم همینطور. من خوبیای شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. متشکرم، امیدوارم خوشبخت باشین. خدافظ. استاد، در جشن نامزدی ما شرکت میکنی؟ البته. ببینم، از پدرت اجازه گرفتی؟ بله، خیلی هم خوشحال شد. اگه بدونی چقدر دلم میخواست پدرم هم تو جشن نامزدیمون شرکت میکرد. بفرمه، دست خالی هستی؟ بفرمه دو پشت. بفرمه، اجازه میدی که قربونتو برم؟ کی میشه عهد کنون منو تو باشه؟ الهی که من پیش مرگت داشتم. بده من خسته میشی، بده من اون لبای چغال و بادومی رو به زولا به من. بیا جونم، مردم نمیبینن. بیا جونم، ای بیا 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 برو تعارف بودو جو بودو بودو. سلام عزیزم، دستون پره، بفرمه دون بالا، خواهش میکنم.
سلام پروانه خانم، دخترم وی عزیزم، حالت چطوره؟ قربونت برم من الهی. ببینم چی میگی آقا؟ من پروانه نیستم، من اصلا پسرمو ندارم. اسمم تخلیه. خدا مرگم بده، چه اشتباهی کردم. هیکلت برم دست خالی هستید. بفرمایید اون دست راست، بفرمایید اون پایین. با سلام نایت خانوم، چه عجب از این طرف ها الهی که دورت بگردن. چه کار میکنه اما الهی که با فداد بشه. چرا منو میلیسی؟ دارم با دختر دایی جورم عمر پرسی میکنم. ایشون نه اسمشون نایده نه دختر داییتون، عوضی گرفتین آقا. عوضی گرفته بریم. خدا مرگ عوضی، چرا امشب من همش عوضی میگیرم؟ با سلام دختر خاله جون، خود برو خد و بالات برم. من بیا جونم، بیا. ببینه پیره مردیشون دختر خاله تو هم؟ بله، پس بخواستی تو دختر خاله هم باشی. مردشون دستت برم، مار دستت بزنه. سلام پسرم اونجی. بس سلام الهی که من فداد با کجا کنم دوباره میگردم قربون اون شکل شمالی بزنی. من نه دخترمو دارم نه پسرمو، باری که خیال کردی من هم دخترموتم هم دختر داییتم هم دختر خالتم هم قاتل جونتم هم قربون جونتم. برو کنار ببینم. برو خجالت بکش، برو. دوستان و آشنایان عزیز، از اینکه دعوت منو قبول کردین و به اینجا تشریف آوردین خیلی خیلی ممنونم. دعوت امشب به خاطر جشن نامزدی برادرزاده من امیر با دوشیزه مریمه. مبارک باشه. از خدای بزرگ برای هر دوشون آرزوی خوشبختی میکنم. امیدوارم زندگی خوب و خوشی رو شروع کنن. شما ناراحتی نمیجا؟ نه نه پسرم. پس برای چی دارین گریه میکنی؟ به یاد دخترم افتادم. اگه مریم منم زنده بود الان. هیچی مریم، چیزی نیست. ببینم، تو نمیخوایی که از اون آوازهای قشنگ تو برای عمم بخونی؟ آخه من از صدای تو خیلی براشون تعریف کردم. بخون دخترم، چشم میخونم. توجه بفرمایی، مریم میخواد براتون آواز بخونه. ولم کن، این چیه؟ مثل کنه به من چسبیده. میگم ولم کن. دلو بر بزایات بر بیا برو. از سلام پری جون، چه به موقع رسیدی؟ استادم اومدن. پری جون یه واسط الان باقی میشه اینجا واسه من نانایی کنی. قربون رو لبای دوگ بید برم. سلام استاد. سلام، تبریک میگم. متشکرم. به به، چه گلای قشنگی. ولی فکر نمیکنم از شما قشنگتر. ممنونم استاد، ضمناً خیلی به موقع اومدین. بابان همراهی میکنین یه آهنگ بخونه؟ البته با کمال میل. متشکرم، بفرمایید. بفرمایین آشنا بشین، عمه خانم امیر خان. خوشحال. ایشون هم ایرج خان استاد من هستن. خوشوقتم. بفرمایین استاد. Oh, 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 oh
اونم معرکه کردی با رفز قربون اون موزک پاد برم من. خب بازم تبریک میگم. خدا حافظ. کجا؟ من دیگه باید برم. شب بخیر. شب بخیر. میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ بفرمایید. خواهش. دیگه هیچ وقت مریم رو نبینید. نمیشه دلیلش رو بهم بگی؟ جز مسئله خانوادگی. مطمئن باش. متشکرم. شب بخیر. شب بخیر. چرا این حرف بهش زدی؟ عمم اینطور میخواد. نباید اونو ناراحت کرد. آره حق با توی. خبر تعطیل شده، همه رفتن. مثل اینکه دختره پاک دیوونت کرده. سیگار میخوام. برو راحت هم بزن. من برای خودت میگم. آدم به خاطر یه دختری که معلوم نیست پدر مادرش کیه، زندگیشو به باد نمیده. گفتم گم شو. اگه گذاشته بودی لقمه رو با هم میخوردیم. به اون توهین نکن. تو خیال کردی فرشته است؟ اون یه زن هر جایی. خفشو! اگه یه دفعه دیگه این حرف رو تکرار کنی میکشمت، میفهمی؟ میکشمت. دستتو بنداز. بهت نشون میدم چجوری در آغوشش بگیرم. سلام رئیس. چی شده رئیس؟ خیلی دلخوری. به خاطر این احمقم که شده باید دختره رو به چنگ بیارم. اگه دلت بخواد این کار خیلی ساده است، فقط یه خود خرج داره. خیلی خوب، ترتیبشو بده. هر چقدر پول بخوایم بهتون میدم. باشه رئیس، فقط دو شب مهلت بده. هر طور تو بخوای. فیلم خوبی بود، من خیلی خوشم آمد. درست مثل این که از روی داستان زندگی من این فیلمو برداشتن. دختری که به خودش نه مادر دیده و نه پدر. راستی یادم رفت بهت بگم، امروز راجع به پدرت با دادستان صحبت کردم. ممکنه به زودی آزاد بشه. راست میگی؟ بله، طرز اخلاق و رفتارش تو زندان خیلی خوب بوده. براش تقاضای عفو کردم. خدای من چه خبر خوبی. یعنی ممکنه پدرم تا موقع عروسیمون آزاد بشه؟ اگه خدا بخواد. تقی از اون خبر خیلی خوشحال میشه. اون هر روز و هر شب دعاش اینه که پدرم زودتر آزاد بشه. فردا شب دعوت داریم، یادت نره، خونه منتظرتم. باشه، شب بخیر. شب بخیر. شما؟
ببخشید نمیدونستم اینجا خونه شماست. چی شده؟ شما اینجا چیکار میکنی؟ وقتی میخواستم برم خونه دو نفر تعقیبم کردن. از دستشون فرار کردم و به اینجا پناه آوردم. نه نرید، اونا شما رو میکشن. اونا کی هستن؟ والا نمیدونم. یه دفعه دیگه مزاحمم شدن ولی امیر رسید و نجاتم داد. حتما کار اون پس فطرته. بفهمید؟ نه متشکرم، من مشروب نمیخورم. یکم عیب نداره، اعصابتون رو تسکین میده. ممنونم. میخواید به پلیس اطلاع بدم؟ نه نباید سر صدا بلند بشه. برای موقعیت امیر خوب نیست. وانگهی من نباید اینجا میمدم. از اینجا خیالتون راحت باشه، کسی نمیفهمه. متشکرم. مثل این که نمیخوان از اینجا برن. بهتره شما شبا همینجا برن. ولی آخه به من اعتماد نداری؟ بفرمین، اون تخت خواب مال شماست. پس شما چی؟ فکر منو نکنی. ما چی؟ خود داریم وقت رو تلف میکنیم. اون تا صبح از خونه معشوقش بیرون نمیاد. آره بعد مدت تا لیلی و مجنون به هم رسیدن. بهتره بریم به رئیس خبر بدیم. بریم. بریم. بیورزه ها، با دست خودتون دختره رو بردید انداختین تو بغل اون پسر احمق؟ ما که نمیخواستیم اینطوری بشه. خب حالا برای چی اومدید اینجا؟ اومدید به من خبر بدید؟ نه اومدیم یه خود پول ازت بگیریم. من قرار گذاشتم وقتی کارو تموم کردید بهتون پول بدم. ولی ما زحمت خودمونو کشیدیم. بی خود وقتتون رو تلف میکنید. برید گم شید. کن بیاد. اوف خورا بگیر. صبر کنین، خیلی ناقابله. بیا اینم زیادتر. اگه بیشون رو من دست پرم میکنین؟ میکشمت نمک بهر اوم احمق. بخون ببین چه اتفاقی افتاده. اون یارو موزیسین صاحب کاباره رو کشته. نیمه شب گذشته صاحب کاباره مروارید به دست ایرج موسیقیدان معروف به خط رسید. نه این کار اون نیست. تو از کجا میدونی کار اون نیست؟ به ظاهر اشخاص که نمیشه اعتماد کرد. یکی از مستخدمین کاباره شهادت داده که چند شب پیش چنگیزا تهدید به قتل کرده. دروغه، اون نمیتونه آدم کش باشه. اون این کارو نکرده برای اینکه. برای اینکه چی؟ گوش کن امیر، من از تو میخوام که بهش کمک کنی. اون هیچ کسو نداره. هیچ کاریش نمیشه کرد. جرمش مغرضه؟
تو میتونی بهش کمک کنی، باید وکالتش رو به عهده بگیری، باید ثابت کنی که ایرج بیگناهه. من حاضرم. بسیار خوب عمه جان، حالا که تو میخوای من وکالتش رو به عهده میگیرم. متشکرم آقای رئیس. من به این ترس سال کردن آقای دادستان اعتراض دارم، ولی من برای روشن شدن ذهن قضات محترم باید از محترم این سوالات رو بکنم. اعتراض وارد نیست، ادامه بدید. متشکرم. شما در بازپرسی اعتراف کردید که ما مقتول میونه خوبی نداشتید، درسته؟ بله. حتی یک روز در حضور پیشخدمت کابره اونو تهدید به قتل کردید، درسته؟ بله. پس شما اونو کشتید؟ نه نه، چند مرتبه باید بگم من اونو نکشتم. بسیار خوب، میتونید بگید در شب وقوع حادثه کجا بودید؟ توی خونم. شاهدی دارید چه این موضوع رو ثابت کنه؟ بله. بسیار خوب، اون شخص کیه؟ لطفا اونو به دادگاه معرفی کنید. گفتم اون شخص کیه، اونو به دادگاه معرفی کنید. اگر شما با معرفی یک شاهد بتونید ثابت کنید که شب وقوع حادثه در منزل بودید، من ادعانامه خودم رو پس میگیرم. میتونید چنین شاهدی رو به دادگاه معرفی کنید؟ نه. پس شما اونو کشتید؟ نه نه، به خدا من اونو نکشتم، من اونو نکشتم. من دیگه حرفی ندارم. آقای وکیل مدافع، نوبت شماست. متشکرم آقای رئیس. چرا اونو به دادگاه معرفی نمی کنی؟ نمیتونم. اون زنه؟ بله. ریاست محترم دادگاه، آقایان قضات، ما اینجا جمع شدیم که حق رو از باطل و خوب رو از بد تمیز بدیم. آقای دادستان به استناد سکوت موکل من اونو محکوم میکنن، در حالی که ممکنه سکوت موکل من سرپوشی باشه که روی حیثیت و شرافت یک خانواده گذاشته شده. آقای رئیس، اون شب در منزل موکل من زنی وجود داشته که اون نمیخواد نام اونو فاش کنه. حالا این زن برای چه منظوری به خانه اون رفته بماند. به هر حال مسئله مهم اینه که وجدان موکل من به اون این اجازه رو نمیده نام این زن رو در محضر دادگاه بازگو کنه. موکل من داره زندگی خودش رو فدای این زن میکنه. اعتراض دارم. آقای وکیل دارن سفسطه میکنن. چرا نباید متهم این زن رو به دادگاه معرفی کنه؟ برای اینکه ممکنه این زن از خانواده سرشناسی باشه. اعتراض وارده. در هر صورت برای اثبات بیگناهی متهم باید دادگاه بدونه که اون شب چه کسی در منزل متهم بوده. متشکرم. ببین ایرج، تو باید اون زن رو معرفی کنی. از تو خواهش میکنم بگو اون کیه، اونو به دادگاه معرفی کن. من میخوام تقاضا کنم ادامه دادرسی رو به بعد موکول کنید تا بلکه من بتونم کاری کنم که موکلم شاهد رو معرفی کنید. شما موافقید؟ بله. شما چطور؟ بله، با تقاضای شما موافقت میشه. تا شروع جلسه بعدی دادگاه تنفس اعلام میشود. زن مرموزی در ماجرای قتل چنگی صاحب کاباره مرواری دخالت دارد. کار داره بیخ پیدا میکنه. باز کلک دختره رو کند. فکر میکنی بله تو دادگاه همه چیزو بگه؟ آره، روزنان نمیشه حساب کرد. اگه اعتراف کنه که اون شب ما دنبالش بودیم و بعدم شهادت بده که یار موسیقی دونه تا صبح خونش جم نخورده، اون وقت باز هر دوی ما تا ابد و در تو زندون آب خونک بخوریم. پس باید هرچه زودتر سر دختره رو. من خودم خوب میدونم که گفتن ماجرای اون شب چه لطمه بزرگی به حیثیت و آبروی نامزدتون میزنه. از این بابت خیالتون راحت باشه، من به شما قول دادم و حالا هم سر قول خودم هستم. محال یک کلمه حرف بزنم. خیلی ممنونم، ولی آخه شما چی؟ فکر منو نکنی، هر جوری دادگاه رای بده برای من فرقی نمی کنه. دیگه زندگی برای من مفهومی نداره، همه چیز برام تموم شده است. خیلی دلم میخواست تو عروسیتون شرکت میکردم، ولی افسوس که سرنوشت همه چیزو عوض میکنه. نمیدونم چطور باید از شما تشکر کنم. تشکر لازم نیست، همینقدر که شما خوشحال باشید برای من کافیه. خداحافظ. ایوه خانم جو سلام. سلام. امیر خان کجاست؟ تو اتاقشونن، دارن لباس میپوشن. الان میام پایین، صبحونه میخوریم. برای تو برم خانم.
ببینم آبانی، میگم کارواری نداری بیام واسه انجام بدم. بریم با شما. آره جونم، چشممم کور میشه، هر کاری باشه واسه میگم. قربون روزه با کوچولوت برم. ببین پس دنبال من بیا. قربون کمر قیتونی، قربون پای قلیونی، بریم تو آشپزخونه کمکت کنم. سلام. سلام عزیزم. صبح بخیر. حالت خوبه؟ به این زودی کجا میری؟ باید برم دادگاه. آخه امروز آخرین روز محاکمه ایرجه. فکر میکنی محکوم بشی؟ آره 100% محکوم بشی. ناراحت شدی؟ نمیشه کاری براش کرد. نه، مگه اینکه امروز حاضر بشه کسی رو که اون شب تو منزلش بوده به دادگاه معرفی کنه. خب من باید برم، نهار رو با هم میخوریم عزیزم. خدافظ. خدافظ. صبر کن. فکر میکنی اون به چند سال زندان محکوم میشه؟ فکر میکنم اعدام بشه. او موازه باش تو سرم نزنی که همون مرگم بکنی. هره میزراد پایین، ناز ناز بیا پایین. میدونی چیه؟ دیگه مجبور نیستیم بعد از این مثل دوزا یواشکی اشبازی کن. امیر خان برای مریم خانم یه ماشین خریده. بعد از این هر وقت دلت خواست میتونیم دوتایی بریم جای خلوت بادی اشبازی میکنیم. نازت برم لعنت بر شیطون، نمیذارن یه دقیقه من به کارم برسم. زود یه دونه ماش رد کن بیاد بیرم. یکی دیگه مال دیروز. عمو تقی، عمو تقی. بله. کجا رفته بودی؟ رفتم تو آشپزخونه، یه کار خصوصی داشتم. زود باش بریم. کجا؟ باید بریم دادگاه. ما تا دادگاه برای چی؟ ده بیا بریم دیگه. خیلی خوب بریم. فاتی، فاتی. بله خانم. به یدالله بگو ماشین حاضر کنه، میخوام برم بیرون. زود باش. خیلی خوب. بفرمایید بالا. سرا دربیاد میفرستم دون دون. چی شو؟ شما ها چی میخواین؟ برو پایین. نمیفهمی شما از جنوب چی میخواین؟ خیلی خوب. خب بیا. خفه شو. بر نگرد جلو تو نگاه کن. خدا امون. چه طلبان؟ آخه چه هوایی. دون میده خود. تاکسی. خدا حافظ. اجازه میفرمایین؟ بفرما. بیا برو داداش. کجا میخوای بری؟ 40 متری نوا. این دو قدم داری میخواستی پیاده بریدی؟ 40 متری نوا. آقای راننده. اون چیه؟ بدم همونی که نمره داره. ما رو دست انداختیامو، ما خودمان دنیایی رو دست میندازیم. برو. نه باور کن من نمیدونم این چیه. معلوم میشه تازه وارد. یه اسم این تاکسی متره، هر 300 متر گرابری یک قرم میندازه. جلوتا نگاه کن پیری. خیلی خوب. این 10-15 سالی که من تهران رو ندیدم خیلی عوض شده. مگه کجا بودی؟ فرنگ رفته بودی؟ نه. ولایت بودی؟ نه. مریض بودی؟ نه. پس لابود مرده بودی؟ نه. نه اون نگمه؟ یکی شد مسابقه 20 سوالی که فرنگ نبودی، ولایت هم که نبودی، مریض هم که نبودی، مرده هم که نبودی. من میمیرم کجا بودی؟ زندان بودم. چی؟ 15 سال زندان بودی؟ آره. آی خانه خرابی، حتما آدم با آدم کشتی. آره یه نفر رو. یه نفر کشتی؟ آی بی انصاف، خدا نشناسه. من تقصیری نداشتم، مقصر خودش بود. من میمیرم؟ آره. حالا کس مسیری داری یا بی فک فامیل به دنیا آمدی؟ فقط یه دختر دارم. بازم خوردیم به چراغ قرمز. بخور این چره نبابه. دخترم مریم، مریم تقی. دخترم بود، به نظرم اتفاقی افتاده. دیدم دستی یارو بود، نکنی میخواه اونو بگوشه. زود باش تقیبش کن. تو رو بیا بالا، بیا بالا. کمر بند ببند، چاقورم بکش. برو نمدر، برو. یلا یلا. بیا
عجله کن، چون تر برو. برم آنه دست پاچی رو خوب ایستم و چپه میکنم. تونتر برو، دارم میرسم. بچم چی کار داریم؟ چند نفر با اون ماشین دختر دوزیدن ما داریم تعقیب میکنیم. من دارم دوزیدن خواهش میکنم. الان ترجمه شو میدم. بله چی شده؟ جان سرنان باید اون سواره تعقیب کنم، اونا یه دختر دوزیدن. مامورین حاضر شد. خدای من کمک کن، دلخوشی من تو این دنیا فقط این دختره، خودت کمکم کن. حسن نخور، نمیتونن جان سالم از دست من در ببرن. من خود گتنه 50 نفر حریفم، با من میگن رینگوی رشت. حالا نگاه کن چی کار میکنم. باز پیداشون شد، بپیچ بیراه، زود باش. خیلی خوب. دخترم ها تونتر، الان پدرشنه در میارم، سوار بکن جانواراره. تونتر برو مرد، برای منه دست پاچی نکن بی سب، هم یه دن ماشینه دارم اینه میزنم داغم میکنم. بفر ما رسیدم دیر جیگوی بفر. مریم دخترم رسیدم، سوار بکن. آها وایسی ده، وایسی اینجا که مردیم فرار نمی کنی. آها آها سوار بکن، ازم میگیرم دیمگی یو یو داری ده وایسی که یه وایسه که بی پدر مادره. وایسین الان خدمت شما برسن. ببی جلوش جوان آدم میدوزی برم با چه یخه من دختر میدوزی پدرت در میاد. نمیفهمم مرد چرا پرت پلا میگه اونا منم دوزیده. خونه دوزیده. آره من چه میدونم، سرکشی سر من میمالی. چیکار بگه دندونم افتاد؟ من تو مرض داری مرد، با من میگن رینگوی رشت. رینگوی رشت بابا یک بلا به من برسه. بایی سیدن یک جوهره به جلو ده، من تو رو بگیرم فقط. بیا پایین، الان حساب تو رو میرسم دختر دوزی. بابا والا داری اشتباه میکنی تو، من همون یه دختره میگیره برم اشتباه نمیکنم، همون نشان تو بابا مریم بیه به این نرده خود بگو که من همون دم بوشم. مریم یه بابا به ایسه بود. مریم شکنون اموی منی جان من، اموی تو خیلی ببخشی کی قربان باشم نوکرت اوخ اینجا کی قربان باشم خیلی با من اول با پدری در من پسر خودم جان من دست اون بر خوام به اون دست دست دیا یه پای مو باش حالا پس اگه مار گیرش کنین. چطا الان پدر دخترم خدایا شکر. معلوم میشه خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم. درسته همینطوره. باید بریم پدر. کجا؟ باید بریم دادگاه، جون یه نفر در خطره. با اجازه برم. تمام پدرت در میرم نوکرت هم بلن تو اینکنی ها. الان خفت بکنم مثل سنگ. بخشش از بزرگانه، بده دست ماش بکنه. ماش کن میموش. یکی دیگه، یکی دیگه. تمام ماش کن. چشم چشم بیتر بغل بکن. الان را بیا. آی رفته اونا رفته. کجا رفته؟ دادگستری. و با من چی؟ کرایه منو بده من بره؟ نفهمیدم من پیاده برم تا دادگستری. نخیر بفرم برو کوله بندی سوار شو. دلش بیا مالا. جلت هم نمیگشی. کتکت میزنم یالا دلشو. آخه برای من چوری داره ببرم و همین بو برو. کتک نخوردی بودو. آدر میزنی. چنگیز
صاحب کاباره مروارید رو من کشتم. ایرج اون موسیقی دونه بیگناه. و طبق مدارک کافی و شهادت شهود و دلائل و قرائن موجود در پرونده امر و سکوت مجرم در تمام مراحل بازپرسی، لذا انتصاب جرم از طرف نامبرده محرز و ثابت گردیده و طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی حکم اعدام درباره مشارالاله صادر گردیده است. صبر کنید. اون قاتل نیست، اون بیگناهی. کسی که اون شب پیش اون بوده من بودم. حرفشو قبول نکنید آقای رئیس. باور کنین راست میگم، اون قاتل نیست. مریم، هیچ میفهمی چی داری میگی؟ بله امیر، خوب میفهمم. من که قبلا بهت گفته بودم اون نمیتونه آدم کش باشه. چرا اونجا رفته بودید؟ اون شب وقتی داشتم میرفتم خونه، دو نفر تعقیبم کردن و منم ناخودآگاه وارد خونه ایرج شدم. خیلی صبر کردم ولی اونا نرفتن. ناچار شدم شب اونجا بمونم. ایشونم به خاطر حفظ آبروی من در دادگاه سکوت کردن. باور کنین اون بیگناهه. حقیقت همین بود که گفتم. بلم کن پدر، همه چی تموم شد. دیگه زندگی بر من ارزشی نداره. جواد بلم کن پدر. خواهش میکنم مریم. جواد، جواد. پروین، پروین من عزیزم. خیلی دنبالت گشتم، خیلی. میدونم. ببینم دخترم کجاست، مریم کجاست. تو اونو نمیشناسی؟ منظورت چیه؟ پروین، این که رفت دخترمون بود، همین مریمو میگم. چی؟ مریم. همه جون باید بریم دنبالش. بیا بریم. مریم، مریم صبر کن. ماشین امیر رو تعقیب کن. صبر کنیم، من جا موندم. آکره منو بودیم، من برم دیر. چی رو بریم؟ منو با برسونی با اونا. آره من افکر زندگی هم دست را بیا. باشو بیل کن. بگم باشو بیل کن. برای دسپاچه هم نکن بده با کار ما برسیم. پول که ندادی میخوای جریمه ما مکنه؟ اینقدر حرف نزن بودو. خانه گرام بی حساب کجا آدم میگیری گرامه؟ مگه دیوونه شدی؟ این چه کاری بود که میخواستی بکنی؟ امیر تو باید منو ببخشی. من باید قبلا به تو میگفتم که اون شده. نه نمیخوام بشنوم دیگه حرفشو نزن. همه چی تموم شد. امی خانومت چی؟ براش قابل قبوله که من عمدن اونجا نرفتم؟ مسلمه.
چون یک مادر درباره دخترش غیر از حقیقت فکر دیگه نمی کنه. منظورت چیه؟ تو دخترم میمنی، دختر گم شده اون. سال هاست که دنبال تو میگردم، سال هاست که انتظاری همچی روزی رو داشتم. مادر خدا، دستو چی اومد جگر میکنه؟ ناراحت. یه ناراحتی دستو چی من بکنی؟ چرا دریوری میگیری این گومن که دستو چی به تو کردم؟ یه برای روز مدرک دست منه، تو هاشم میکنی؟ کو مدرک؟ مدرک نشو بده ببینم. از صبح تا الان بندر علف کردی، هیچ حقوقم به من ندادی، هیچ از وزی جی من رو باید بزنی؟ اگه یه دفعه دیگه به من تهمت بزنی همچی میخوابونم بیخی گوشه برقه چشم ده پرم. چه مردی بسن؟ بسن ده؟ بسن! بیا خو. زدی؟ آره. اگه مردی یکی ده بسن. بیا. اگه مردی یکی ده بسن. بسن. شیطان میگم چی بخوابونم؟ شیطان به گروه پدرش خندید و با تو. بر شیطان لعنتی.